سلام به همه دوستداران الکترونیک. کامپیوتر، لپتاپ، گوشی، تبلت و هر وسیله الکترونیکی میبینید از چندینا چند قطعه الکترونیکی تشکیل شده. قطعات الکترونیکی را میتونید مثل تیکه‌های پازل در نظر بگیرید که از کنار هم گذاشتن این قطعات مدارات الکترونیکی به وجود میان. هر مدار یک کار خاصی انجام میده و باز هم از کنار هم قرار دادن این مدارات دستگاه‌های مختلفی به وجود میان. یک بحثی توی علم الکترونیک هست به عنوان قطعه اکتیو و یا قطعه پسیو که میدونم خیلی از شما نمیدونید. پس با من همراه باشید چون مبحث خیلی ساده ایه. اول قطعات اکتیو رو توضیح میدم. دو تا تعریف داره که به ترتیب پیش میریم. اولین تعریف، قطعاتی که به مدار یا قطعات دیگه انرژی یا ولتاژ میرسونن جزء قطعات اکتیو هستن، مثل باتری یا منابع تغذیه. تعریف دوم، قطعاتی که وابستگی به انرژی خارجی دارن تا کار بکنن، یعنی اول باید بهشون ولتاژ برسونیم تا روشن بشن و بعد از روشن شدن برای ما کاری رو انجام بدن، مثل دیودها که همونطور که میدونید دیود ژرمانیوم به 2.2 الی 3 ولت و دیود سیلیکونی بین 6 الی 7 ولت نیاز داره تا شروع به کار کنه و جریان رو به صورت بایاس مستقیم از خودش عبور بده. حالا بر اساس دو تعریف بالا، این قطعاتی که الان میخوام بگم جزء قطعات اکتیو به حساب میاد. انواع دیودها مثل دیود زنه، دیود شاتکی، دیود LED، دایاک، فوتودیود و انواع دیگه. انواع ترانزیستورها مثل ترانزیستورهای BJT، MOSFET ها و JFET ها. انواع تریستورها، انواع IC ها، انواع منابع تغذیه مثل باتری، سلول خورشیدی، ژنراتور، پاور و غیره. انواع قطعات نوری مثل فوتودیود، فوتوسل و غیره. قطعات پسیو، به قطعاتی که برای کار کردن احتیاج به دریافت انرژی و ولتاژ ندارن را قطعات پسیو میگیم، یعنی به نیروی خارجی وابسته نیستن، احتیاج به محرک ندارن و در هر شرایطی به مدار وصل کنید کار میکنن، فارغ از اینکه ولتاژ ضعیف باشه یا قوی. بر اساس تعریف بالا لیست قطعات پسیو به این شکل میشه: انواع مقاومت ها، انواع خازن ها، انواع قطعات القایی مثل سلف، سیمپیج و انواع سنسورها که برای بیشتر قطعات به صورت جداگانه ویدیو درست کردم و کافیه به دیسکریپشن مراجعه کنید. امیدوارم از این آموزش ساندویچی لذت برده باشید.